سلام به شما عزیزان دکتر جاوید هستم و در این ویدیو میخوام در مورد اصل صحبت بکنم اصل خیلی بهش ظلم شده خیلی ها به اصل عذابی قند بهش نگاه میکنن و واقعا خواست شگفت انگیز اصل رو اصلا فراموش کردن اصل به عنوان یک ماده شفابخش رو کسی بهش اشاره نکرده میان مقایسهش میکنن با قند و شکر و شیرنیجات برای دیابتی ها میگن موزره اینها رو همه رو میخوام در این ویدیو اصلاح بکنم ذهن شما رو آشنا بکنم با مبانی اصولی و علمی در مورد اصل ترکیباتی از اصل رو میخوام خدمت شما بگم که اصل رو با این مواد اگر مخلوط بکنید در بدنتون قوقا میشه معجزه هایی خواهید دید چون اینا رو من 15 سال روی بیمارانم دارم تست میکنم و نتایج شدیدم اطلاعاتی در این ویدیو میخوام خدمت شما بدم که شما رو آگاه بکنه نسبت به اصل بنابراین این ویدیو از حیث تغذیه و روش های درمانی با مواد ارگانیک بسیار بسیار مهمه با من همراه باشید اول از همه میخوام کاربورد های از اصل رو بگم خدمت شما که براتون شنیدنی و جدید خواهد بود عزیزان اصل یک معجونی از مواد مختلف هست که انواع ویتامین ها پروتئین های مختلفی داره و قند های مثل فروکتوز ساکاروز گلوکوز داره ضمنی که مواد معدنی متفاوتی هم درش هست مثل منیزیم کلسیوم آهن اصل بر اساس پوشش گیاهی منطقه خواص مختلفی رو هم داره به عنوان مثال اصلی که در منطقه که قالب گیاهانش گیاهانی مثل آویشن هستند در یک پوشش گیاهی که قالب اونها آویشن هستن نامگذاری میشه مثلا میگن اصل آویشن اصل کنار یا اصل ستر در منطقه‌ای که اون درختان سدر وجود داره در واقع نامگذاری شدن به نام ستر یا اصلی که در جنگل هست به نام اصل مرکبات یا اصل بهار نارنج هر جایی که پوشش گیاهی قالبی داشته باشه نام اون گیاه رو میذارن روی اصل بنابراین از نام اصل میتونیم بخشی از خواص اصل رو هم بدونیم یعنی خواصی که اون گل و گیاه اون گیاهان داره اصاره اونها رو زنبور آورده درون خودش زمینی که پرورشش میده و اونها رو با ترشحات گوارشی خود زنبور و آنزیم های زنبور در واقع ترکیب میشه و تبدیل میشه به یک ماده فوق العاده عالی که برای سلامتی بشر واقعا جزو ضروریات هست خصوصا در زمانی که ما زندگی میکنیم و دائما در معرض خطر ویروس ها باکتری ها و انواع عفونت ها هستیم عزیزان ما بهتر از اصل نداریم دارویی برای رفع عفونت برای پیشگیری از عفونت بنابراین خواهشی که من دارم ازتون اینه که عزیزان اصل رو حتما در رژیم غذاییتون بیارید خصوصا افراد بالای 50 سال باعث اصل مصرف بکنن به خاطر که قوای جسمیشون بایستی حفظ بشه تامین بشه البته در ادامه من خواهم گفت که چطوری اصل رو تشخیص بدید کدوم اصل کیفیت بهتری داره این هم خدمت شما خواهم گفت حالا میخوام در مورد خواص از اصل خدمت شما صحبت بکنم که بدونید اصل رو چطوری ازش میتونید استفاده بکنید که خودتون رو از خیلی از بیماری ها نجات بدین طبق روال من خواست رو از بالا به پایین میگم ایزان اصل برای موی سر مفیده ترکیبی از اصل و روغن زیتون دو واحد روغن زیتون یه واحد اصل خودش یه ترکیب بی میشه برای هم خوردن و هم برای ماسک مو اگر میخواین موهاتون تقویت بشه و شفاف و خوش رنگ بشه از این ترکیب استفاده کنیم 15 دقیقه روی مو بمونه روی طوری بذارین که روی پوست سر قرار بگیره اگر التهاباتی هم در سر داریم بعضی ها جوش هایی در سر دارن اونها را هم بهبود میده مورد بعد اصل و گوش عزیزانی که میخوان گوششون تقویت بشه این فرمولی که گفتم خدمتون انجام بدین سه شب در گوش خودتون روغن زیتون بچکنید بعد سه شب سرکه طبیعی بریدید و سه شب آخر اصل بریدید باعث تقویت شنوایی میشه باعث رفع عفونت های گوش میشه کسانی که صدای گوش دارن کمک میکنه بهشون خاصیت اصل برای چشم عزیزان برای چشم اصل معجزه میکنه از اصل برای بیماری های مثل آب مرواری استفاده میکنیم برای درمان فوق جواب داده یه دوره داره که در چشم میزن برای تقویت بینایی استفاده میشه که من در یه ویدیو جداگانه در مورد تقویت بینایی صحبت کردم میتونید مراجعه بفرمایید اصل و سینوزیت عزیزان اگر میخواین سینوزیتتون درمان بشه کافیه نصف استکان عرق نعنا یه قاشق مرباخوری اصل حل بکنید یه قطره به شما میده این قطره فوق العاده عالی هست برای کسانی که سینوزیت کهنه دارن خلط پشت حلق دارن کافیه پنج قطره داخل هر سوراخ بینی بچکنن با فاصله یک دقیقه یعنی یه قطره میچکونید در این یکی تو این یک دقیقه صبر میکنین قطره دوم یه دقیقه صبر میکنید قطره سوم پنج قطره شب ها کنید. با روغنم اینجا رو ماساژ بدید با روغن کجا سینوزیتون درمان میشه اصل و دهان برای دهان بگم خدمت شما که فوق العاده است عزیزان کسانی بودن که میخواستن جراحی لثه بکنن کسانی بودن که تحلیل لثه داشتن کافیه که شب ها مقدار اصل رو با دست روی لسته ها ماساژ بدید اگر میخواین برای دندان هاتونم از اصل استفاده بکنید دندان رو هم میتونید با اصل یه خمیر دندون درست بکنید این دستورش رو توی تلگرام میذارم خدمتتون ویدیو طولانی نشه چنل دکتر جاوید رو مراجعه بفرمایید یه خمیر دندون خونگی درست بکنید که سالهای سال شما رو از خمیر دندون بی‌نیاز بکنه و شما رو از شر فساد دندان خلاص میکنه عزیزان اصل و عفونت گلو اگر عفونت گلو داشتید میتونید اصل رو شربت درست بکنید و با آب یه لیوان آب یه قاشق اصل یه قاشق آب لیمو ترش تازه شربت اصل درست بکنید و زمانی که التحاب دارید در فصل سرد هست و التحاب گلو دارید یا صرفه دارید یه مقداری در واقع قرقره کنید جوره اولشو بیرون بریزید و بعد جرعه جرعه اون لیوان شربت اصل خودتون رو میل بکنید عزیزان سالهاست من دارم این روش رو تست میکنم کسانی که این دستورات رو دارن انجام میدن عزیزان اعتراف کردن گفتن که ما قبلا ماهی یه بار سرما میخوردیم یا دوچار افونت میشدیم از زمانی که این دستورات رو داریم استفاده میکنیم یعنی همین ترکیبات ساده با اصل رو داریم استفاده میکنیم ما سرما خوردگیمون افونت هامون شده سال یک بار خانوادگی به جای اینکه پول بدیم به دارو به ویزیت پول میدیم به اصل و هر روز شربت اصل مصرف میکنیم این رو تست بفرمایید با همین ترکیب ساده شربت اصلی که خدمت شما گفتم شما میتونید لوزه سوم بچه رو درمان بکنید شما میتونید عفونت ناحیه گلو برطرف بکنید شما میتونید برای سرفه های ممتد کسانی که خیلی سرفه میکنن و اذیت هستن از همین ترکیب آب و اصل استفاده بکنید و خصوصا آب گرم هم اگه باشه برای سرفه باز بهتر هست عزیزان اصل به دلیل اینکه خاصیت آنتیبیوتیکی فوقلاده عالی داره و اثر تقویت کننده سیستم ایمنی داره تحقیقات بسیار زیادی روی اصل انجام شده که این رو اثبات کرده بنابراین شما برای هر عفونتی در بدن از اصل استفاده کنید ما رژیمی داریم تحت عنوان رژیم شهرد اصل رژیم سروزه که کسانی که عفونت‌های شدید تو بدنشون هست از همین روش استفاده کردم و عفونت رو برطرف کردم این روش رو هم ما در تلگرام رژیم سروزه روزه اصل رو هم قرار میدیم میتونید در کانالمون ببینید عزیزانی که عفونت در بدنشون خیلی زیاد بود هر قسمتی از بدن عفونت داشت هر 8 ساعت یک حب سیر به همراه یه لیوان شربت اصل که گفتم خدمتون بالی موتورش تازه یه قاشق اصل یه لیوان آب یه حب سیر ریز کنید داخل اون بریزید و میل بفرمایید هر 8 ساعت یه لیوان. این کار باعث رفع عفونت های عمومی بدن هم میشه اصل برای قلب خیلی مفیده چرا یکی اینکه اجازه شکگیری پلاک های تنگ رو نمیده و دومی که مانع اکسیداسیون کلسترول میشه به خاطر همین کمک میکنه به سلامتی قلب و عروق اصل و معده عزیزان اصل بهترین دارو برای معده است کسانی که میکروب معده دارن ویدیو رو گذاشتیم ببینید هلیکوباکتر یا میکروب معده دارن سه روزه شما میتونید میکروب معده رو کاملا برطرف کنید روشی که من سالهای سال دارم انجام میدم بیمارانم آنتی بیوتیک های زیادی مصرف کردن نتیجه نگرفتن اومدن با همین روش رژیم سه روزه با شربت اصل بهبود پیدا کردن و خیلی رضایت داشتن این رو هم میتونید در برنامه خودتون داشته باشین رژیمش هم در تلگرام قرار میدم ببینید اصل و کبد آیا اصل برای کبد مفیده؟ صد درصد اصل باعث میشه که کبد چرب نشه باعث میشه که کبد دیرتر چرب بشه چرا؟ به خاطر اینکه اومدن آزمایش کردن و اومدن قندهای ترهالوز مثل اصل رو حل کردن تو آب دادن به موشها و در یک رژیم غذایی مشابه دو دست موش دیدن که اونهایی که غنده طبیعی دارن استفاده میکنن اون قند طبیعی مانع چرب شدن کبد شده بود و کبد چرب در اونها شکل نگرفته بود و اون گروه از موش هایی که آب استفاده نکرده بودن دچار کبد چرب شده بودن و کلسترولشون هم افزایش پیدا کرده بود این کار تحقیقاتی بود که رو موشها انجام شده بود بنده هم خودم به عنوان کسی که محقق هستم در این زمینه افرادی که اصل استفاده میکنن اینها نتایج بهبودیشون برای درمان کبد چرب و پیشگیری از اون بسیار عالی بوده از آن اصل موادی داره که باعث میشه که روده ها بهتر کار بکنه و فرد دچار یبوست نشه یبوست امول امراضه کسی که روزانه یک تا سه قاشق اصل مصرف کنه دچار یبوست هم نمیشه اصل و قوای جنسی عزیزان کسی که اصل مصرف میکنه هرمون تستوسترون رو در آقایون افزایش میده و هورمون استروژن رو در خانم ها افزایش میده بنابراین نیروی جنسی رو هم در مردان و هم در زنان افزایش میده به عنوان یکی از بهترین داروهای تقویتی میتونید ازش استفاده کنید عزیزان کسانی که اصل مصرف میکنن به دلیل وجود آنزیم های مختلفی که در اصل هست مواد پولیفنولی که در اصل هست مواد آنتی که در اصل هست تحقیقات نشون داده که اصل اثر ضد سرطانی داره اینو بدونید هم برای درمان سرطان و هم برای پیشگیری از سرطان میتونید از اصل استفاده کنید کسانی که اصل استفاده میکنن به صورت مرتب و روزانه اینها میگن سیستم ایمنی ما قوی تر هست چرا که در مقایسه با بقیه کمتر مریض میشن بنابراین اصل رو در رژیم غذایی خودتون باید داشته باشین افراد دیابتی چه کار بکنن افراد دیابتی ایزان به راحتی میتونن اصل استفاده بکنن اصل طبیعی باشه و روز یک تا دو قاشق هیچ مشکلی برای دیابتی ها نداره خصوصا اصل طبیعی صدر یا اصل کنار بنده خودم و بستگان خودم که دیابت داشتن اصل میدادم و قندشون رو کنترل میکردیم تغییری نمیکرد روز یک قاشق شما به دیابتی ها اصل بدید هیچ اتفاقی نمیفته و از خواست فوقلاده اصل هم در واقع میتونن دیابتی ها استفاده بکنن به دلیل اینکه شاخص گلایسمی اصل پایین هست بین 45 تا 65 هست بنابراین میتونن استفاده کنن به اندازه و اصل رو به عنوان یک قند نگاه نکنید اصل رو به عنوان یک معجون برای سلامتی بدن بایستی دید و اینکه بگیم به خاطر اینکه قند داره قندی ها استفاده نکنن این حرف اشتباه هست به دلیل که وقتی اصل استفاده بکنن دیابتی ها صدها خاصیت رو به بدن خودشون در واقع میرسونن که من بخشی از اونها رو دارم در این ویدیو خدمت شما عرض میکنم اصل و پوست عزیزان پوست خودتون رو میتونید با اصل ویتامینه بکنید یه مقدار اصل رو میتونید به همراه کمی لیمو ترش تازه در واقع مخلوط بکنید و روی پوست دماد بکنید اگر پوستتون دچار جراحت شد به هر دلیلی یکی از بهترین پانسمان ها پانسمان اصل هست اگر دچار سوختگی شدید در همون دقایق اول اگر بلافاصله روی قسمت سوختگی اصل بزنید حتی دچار تاول هم نمیشید برای زخم دیابتی ها از ترکیب اصل و نمک میتونید استفاده کنید من در ویدیو جداگانه در مورد زخم پای دیابتی ها هم صحبت کردم میتونید از اون دستورات هم استفاده بفرمایید عزیزان اگر این ویدیو رو دیدین کاربردی هست به دردتون میخوره لایک و کامنت شما خصوصا کامنت های انگلیسی شما به یوتیوب میگه که این ویدیو مفیده و به افراد بیشتری نشون حالا اگر مفید بود محبت بکنید و لایک و کامنت بدید ممنون از کامنت های پرمهر شما عزیزان اول از همه اینکه عزیزان ببینید اصل یا صنعتی هست یا اصل در واقع طبیعی هست اصل صنعتی رو ما اصلا توصیه نمی کنیم اصل صنعتی اصل هایی هستن که مجوز بهداشت و اینها هم دارن ولی تو کارخونه توسط ملاس چغندر پوره سیب زمینی و اسانس و اینها ساخته میشه و این اصلا اصل نیست یعنی اصل صنعتی هست و ما منظورمون این نوع اصل نیست اصل های طبیعی انواع مختلفی دارن که بر اساس اون پوشش گیاهی نامگذاری میشن اصل های جنگلی اصل های مربوط به دشت کوه اصل هایی که مربوط به مزارع آفتابگردان یا مزارع یونجه هست نامگذاری میشن حالا بعضی وقت زنبوردار به دلایلی از آب شکر استفاده میکنه برای تغذیه زنبورها حتی اگر این کار رو هم بکنه ازان زنبور اون آب شکر رو داخل معده خودش میبره با شیره های گوارشی خودش مخلوط میکنه ممزوج میکنه و دیگه اون آب قند و آب شکر اون ماهیت خودش تغییر کرده و خاصیت هایی بهش اضاف شده این نکته اول در مصرف اصل وسواس به خرج چون ما در مصرف بقیه مواد غذایی اینقدر سخیر نیستیم به اصل که میرسیم میگیم نه حتما باید 100 درصد اصل باشه خیر اصل اگر حتی 50 درصدش هم اصل طبیعی باشه خواست بی که خدمت شما گفتم رو خواهد داشت ببینید اگر شما مقدار اصل رو در آب بریزید اگر اصل بلا فاصله تو آب باز شد این اصل اصل طبیعی نیست ولی اگر اصل رو ریختید و باز نشد در آب و شما باید حل بکنید با یک چنگالی قاشقی هم بزنید و باز بشه در آب و حل بشه در آب این اصل در واقع میتونه اصل طبیعی باشه و مورد بعد از آن اصل رو زمانی که در دهان بذارید اصل طبیعی در دهان آرام آرام باز میشه و با حرارت دهان باز میشه یه طعم گلوگیا هم ممکنه داشته باشه که در واقع اینم باز نشان از طبیعی بودنش هست و اصل های تقلبی مزه نبات میده زمانی که در دهان میذارید در واقع طعم و عطر خاصی نداره اینم در جریان باشید اصل طبیعی معمولاً چون از گلوگیا های مختلف استفاده شده یک عطر و بوی داره یعنی زمانی که شما در اصل رو باز میکنید همون ابتدا اول بو کنید و بعد مزه بکنید میبینید یه عطر و تعمی خواهد داشت عزیزانی که از ما سوال پرسیده بودن که خودتون از اصل رو از کجا میگیرید عزیزان ما زمانی که در ایران هستیم از مجموعه خانه احسان اصل رو میگیریم که لینک سایتش رو اینا هم دوستان میذارن زمانی که خارج از ایران هستیم از مجموعه به نام دکتر گرین لایف در واقع از اون سایت خرید میکنیم که واقعا اصل خوب و مرغوبی داره و من محصولات اونها رو تایید میکنم بنابراین برای تهیه اصل میتونید از منابع معتبر تهیه بکنید ممنون از شما عزیزان که با ما همراه بودید سالم و پیروز و سربلند باشید خدا نگهدار